خب تشریف آوردن بچه ها، یه نفر موضوع لایو رو بنویسه. موضوع لایو سکس تراپی. سلام عزیزم، حالتون چطوره؟ یه دندونم فکرم جراحی شده ولی کلا بهتر شدم دیگه، هر روز داره بهتر، ولی اینجا یه ذره باد دارم دیگه. نش حالا ببینیم. خوب، اتفاقا متفاوته. آفرین، اتفاقا فرستاده بودم عکسمو برای پیج متفاوت ها، گفتم که بیا دیگه. من با همین، خیلی جالبه برای خودم هم که با همین شکلهای واقعی خودمون لایف بذاریم. خب ما شروع کنیم اون موضوعی که تو میخواستی بگی. سکس تراپی بود موضوع؟ چه موضوعی بود بهتون گفتم؟ در مورد ما دفعه پیش که صحبت کردیم قرار شد که در مورد این، البته به سکس تراپی هم برمیگرده، در واقع سکس تراپی هم هست. ما خواستیم در مورد نمایشگاه سکس که من رفته بودم، حالا امروز در این رابطه صحبت بکنم و بگم تجربه من از این حضور من در این نمایشگاه سکس چی بود. این که رفتم نمایشگاه رو مثلا ببینم و کجا بود و چه نکات جالبی هم داشت و این چقدر در ما افراد تاثیر میذاره. این که مردم با ابعاد مختلف، گرایشات مختلف سیکسینگ ها آشنا میشه. من فکر میکنم که امروز اگر در مورد همون نمایشگاه صحبت کنم. من آلمان زندگی میکنم. یه بار یه نمایشگاهی بود سال 2015 در مورد سیکس تو برلین. خب توی برلین بعد یکی از بچه ها منو دعوت کرد اونجا. البته خب دیگه گفتش که دیگه تو خونه من میمونی و مهمان من میشی ولی بلیت نمایشگاه باید خودت بدی. گفتم باشه بابا، خیلی خوبه. همین که منو خبردار کردی که من برم اونجا، خودش خیلی خوب بود. خب میخواستم که اونجا توی نمایشگاه سکس شما چه چیزایی دیدین که جلب توجه کرد براتون و باعث شد که تا آخر نمایشگاه اونجا بمونید؟ چه چیزهایی بود که از نظر خیلیا، از نظر من که هیچ چیزی در دنیا زشت نیست، ولی چه چیزهایی دیدید که از نظر خیلی ها به نظر زننده به نظر می اومد؟ ببین، اولا که کسانی که اومده بودن توی این نمایشگاه همشون خیلی خوب عادی به مسئله برخورد میکردن. چون که برحال حالا طرف 30 یورو پول نمایشگاه رو داده بود، حالا 35 یورو اینا کسایی که زودتر هم اینا بلیت رو از سکس شاپ ها گرفته بودن، یه 7-8 یورو هم تخفیفی اونجوری داشت. ولی اینا کسایی بودن که خب دیگه براشون یعنی جهت اطلاعات میخواستن بیان ببینن دیگه، اینفورمیشن پیدا کنن. نمیخواستن که بیام مثلا براشون یه چیزی وای، به هر حال آمادگیشو داشتن یه همچین مسئله. و حتی جالب بود، من اونجا عکسایی که میگرفتم از تمام جاها، یه زن و شوهرم اومده بودن که زنه روسری داشت، قشنگ روسری داشت، معلوم بود مذهبی بود ولی اومده بود با این مسائل آشنا بشه. ببین نکته ای که توی این نمایشگاه بود، اینفورمیشن دادن و اینکه ابزارالات مختلف و یا اینکه هر مسئله ای که مربوط به سکس بود رو تو اون رابطه اینفورمیشن میدادن. خب بیزینس خودشون هم داشتن دیگه. یکی از بارزترین مسائلی که توی این نمایشگاه بود اینکه خانمای فاحشه یا حالا همین بیزینس های اونایی که به بیزینس سکس میکنن، خب اینا هم یه سریشون هم مدل هم هستن دیگه. هر کسی توی هر رشته ای تو هر چیزی خب یه تاپی داره دیگه. شما ممکنه یکی مدل معمولی باشه، یه مدل مثلا فرض کن توی برای یه کار مدل، یکی مدل خیلی خاصی میشه، خب خیلی گرون قیمت میشه. خب فاحشه هم همینطور هستن. پوستری که انتخاب کرده بودم برای این نمایشگاه
از یکی از تاپ فاحشه های حالا بگیم اون من حالا نمیخوام حالا دیگه از همون فاحله روسپی ها یا فلان انتخاب کرده بودن که خیلی هم خوشگل و خیلی هم معروف بود و هر کی هم میومد اونجا خودش هم وایستاده بود اونجا اتوگرام میداد همه میگفتن یه لطفا به ما یه امضا بدید. خیلی برای من جالبه این زن به عنوان یه شغل خیلی بالایی که برای خودش داشت یه بیزینسی که داشت وایستاده بود اونجا اونجا میومد به عنوان کسی که مثلا قهرمان کشوره یا قهرمان اونجا خانم یه امضا به ما بده یه امضا به ما بده. البته من امضا ازش نگرفتم، من چون کلا امضا از کسی نمیگیرم، اصلا معروف ترین آدمم باشه من امضا نمیگیرم دیگه. ولی میخوام اینو بگم که اینا بعد ابطال بخش شعبه های مختلفی بود، زنای قشنگ خودشون فاحشه های مختلف وای میستادن کار خوش رو معرفی میکردن، بعد مثلا میگفتن که خب ما یه بخشای اینجوری بود میگفتن اگه میخواین به ما مراجعه کنید اگه میخواین فلان من این کارا رو انجام میدم فلان، اونا آدما میرفتن قشنگ باشو صحبت میکردن. خب این یه بخشش بود. یه بخش دیگه این نمایشگاه انواع ابزارالات مختلف بود. خب مثلا دیلدوا، شما فکر کن دیلدوهای مختلفی که اونجا مثلا بود شما باهاشون آشنا می شدید و طرف قشنگ، من خودم مثلا واقعا ندیده بودم یه همچه اینقدر تنوع در این ابزارات. بعد شما فکر کن از تایلند یه نفر اومده بود، این نمایشگاه هایی که هسته مثل قرفایی بین‌المللی دیگه، شما دیدید تو ایران هم مثلا نمایشگاه بین‌المللی که میذارن از کشورهای مختلف بیان دیگه. شما فکر کن مثلا 3 روز این نمایشگاه هست، هر قرفه رو ممکنه مثلا خیلی گرون میدن اجاره میدن چون از سطح جهان میان دیگه اونجا، یه تبلیغات وسیعی میشه میدونی؟ اینم یه 3 روز نمایشگاه بود و خب تو این 3 روز شما میدونی چقدر بازدید کننده ها داشتن؟ خب کسی که اونجا وسایلشو میفروخت خب ارزونتر هم میفروخت. خب بعد خب مثلا دیلدوهای مختلف بود، خب یه سری مثلا شکلات مثلا شیرینی فروشی هم حتی بودن که اونجا اومده بودن حالا شیرینی ها به شکل کس و کون و کیر و فلان اینا بود، شکلات های چه جالب تو حالا ندیده. آره یا ماکارونی هایی که انقدری مثلا کیره، خب یا مثلا سینه از گرون، فکر نکنی که مثلا من هیچ کدوم از اون چیزا رو نمیتونستم بخرم، تنها چیزی که از اونجا خریدم گفتم بابا حداقل یه چیزی هم من بخرم، نگن که چی نخریدی، یه سوت یه ایرایی بود کیر دیگه. ببین اینه، من گفتم حالا یه چیزی هم من کم نمیخرم که برای اینکه برای من خب یه همچین چیزایی که الان بخوام شکلات بیام حالا بگیرم یه شکلات مثلا، خب اونجا این مسئله طرف مثلا شکلات ها رو میگیره، خب یه شکلاتی که تو اینجا معمولیشو بگیر، بحث شکلات خوردن نبود یا بحث اون ماکارونیش که نبود، که اون یه دفعه 7 اویرو یه ماکارونی اینجا شاید 1 اویرو باشه، شما اون ماکارونی که توش مثلا همین چیزاش مثلا کیره شکل کیرو بیزه یا مثلا شکل نمیدونم کسو یا نمیدونم انواع اقسام یه همچی چیزایی باشه، خب این مسیب چیز که نیست که تولیدات مخصوص داره میدونی؟ مثلا واسه همینه گرونه، اینا گرونه. یا مثلا فرض کن میخوام بگم که توی این نمایشگاه فقط فاحشه ها که نبودن، یه نمایشگاه بود چون اصلا چند طبقه بود خیلی بزرگ، خب و میگم از همه کسایی که تو اونجا بودن قسمت های مختلف، خب دیگه خب کسایی هم بودن که خب اونجا نمیدونم نوشابه خودشون رو میفروختن، نمیدونم انواع اقسام غیر سکسی هم بود دیگه، که اونجا کسی که اونجا داره 2 ساعت استراحت میکنه داره بازدید میکنه خب مثلا خریدایی هم اینجا هم داشته باشه،
مثلا نوشابه بخوره، یه غذایی بخوره، رستورانی باشه، چیزی باشه. من از اول که شروع کردم انواع دیلدوهای مختلف بود، خب دیلدوهای مختلفی که بعد شما یه جایی میرسیدی مثلا عروسک های سکسی که برای مثلا خودارضایی، برای خودارضایی که تو بتونی مثلا از این عروسک، واقعا انقدر جنساشون خوب بود. این هایی که کوناشون مثلا یه کونه مثلا اینجوری، بعد 2000 یورو قیمتش بود، یا عروسکه که مثلا بود 2000-3000 یورو قیمتش بود، اونایی که مثلا چه، ولی به قدری اینا خوش فرمو مثلا من گفتم خیلی آدم همش دوست داشت مثلا این کونه رو دست بزنه. من با یکی دو تا از بچه ها بودم، اونا نمیخواستن عکس بگیرن، ولی خب من دیگه همش میگذم از من عکس بگیری. واقعا با این کونا عکس گرفتم، با این عروسک ها عکس گرفتم. بعد قسمت های مختلف سکسی رو شما مثلا میرفتید، مثلا یه بخش مال گی ها بود، گی، شما گی که مثلا میخواد بیاد خود چیز بکنه، یه بخش مال بی دی اس ام بود. بی دی اس ام بدونید چیه؟ بردگی جنسی. بردگی جنسی خیلی زیاد بود، خیلی. اینایی که مثلا شما چیز، حالا من عکسایی هم خب اونجا میتونستم بردارم از اونو استفاده کنم عکس بگیرم، ولی نمیخریدمش. ولی خب مثلا همه شو تو اون کلیپی که هست من گذاشتم هستش. بعد شما مثلا فرض کن شما توی همین مثلا آشنا میشه، میگفتی خب این برای چه استفاده ایه؟ وقت خانومه یا آقایی که بود قشنگ توضیح میداد جنسش چیه، چه چیزیه، بعد دقت میکردی میدیدید که دقیقا چقدر اینها نشون دهنده فرهنگ جامعه است، که کسی که مثلا میخواد بیاد الان از یک دیلدو استفاده کنه، خب یا از این دیلدو استاندارد هستن، دیلدو همه چیزش ترده. شما فکر کن این کجا و این که یه کسی که مایی که حالا خودمون تو بیمارستان یه موقع متوجه می شد، دیدیم یکی مثلا اومده هویج کرده توی کسش، بعد مونده گیر کرده اونجا، حالا گیر کرد، یا مثلا خیاره چیز شد نمیتونست در بیاره، یا آلودگی مختلف ایجاد می شد، ولی اینا همشون حساب شده بود. میدونی شما، خب این نشون میده چقدر از به بهداشت جامعه کمک میکنه. صد درصد. چقدر اینا رو جلوی خودارضایی رو بگیریم که لااقل یه سری راههایی رو براش پیدا میکنیم که حداقل سلامتی جسم افراد رو داشته باشه. آفرین. خب اینجا بعد مثلا میگفت چجوری استفاده کنی، چجوری شستشو کنی، چجوری نمیدونم، بعد ویبریشن داشتن یه سریشون، مثلا شما الان مثلا میری اینقدر بزرگو میخوای، اینقدر کوچیک میخوای، بخوای اینقدر فلان کو، بزرگ کوچیک اندازه‌های مختلف، یا مثلا نمیدونم کوگل، یا مثلا گلوله‌های مختلفی بود. حالا من اینا نمیدونستم واقعا چیکار میکنن، ولی مثلا گفت اینو میکنم مثلا مخصوص کسایی که کونیه، خب مثلا دیگه وقت کون میکنی و بعد میاری و چیکار، یعنی شما میدیدی که در برای هر چیزی فکر شده. مثلا یه قسمتی هستش چیکار بکنی که توانایی چیز جنسی بالاتر بره، نمیدونم بیشتر بره، نمیدونم بکشه تو رو، نمیدونم چی حلقه های مختلف برای، نمیدونم پیرسینگ های مختلف مخصوص، نمیدونم برای کیر و کس و فلان این چیزایی که بوده. یعنی اینجا برای من که تقریبا یه 2-4 ساعتی اونجا بودم دیگه، خیلی جالب بود، خیلی جالب بود. یعنی واقعا برای اصلا با همین خانوما که صحبت میکردم، یا اینکه مثلا باهاشون هم که حرف میزدی با همینا، خیلی عادی، خیلی خوب خودشون رو پرزنت میکردن و شما کجا میتونی مراجعه کنی. تو فکر کن لو اگر همین مسئله فاحشه ها تو جامعه ما یه جای علنی داشته باشن، یه جای علنی داشته باشن، اینا برن از نظر بهداشتی خودشون رو کنترل کنن، از نظر چیز خودشون کسی از اینا سوء استفاده مالی نکنه، کسی از اینا
اخاذی نکنه، کسی از اینها بهشون تجاوز بیش از تجاوز نکنه، در حدی که مقرر هست باشون کار بکنه، کسی بهشون اهانت نکنه. میدونی تمام اینا آموزشه. بله درسته، من با این نظر واقعا موافقم. ما اگر ایران یه محیط مناسبی رو برای فاحشه ها داشته باشیم، هیچ وقت جامعه همون به فساد کشیده نمیشه قطعا، بیماری ایدز رواج پیدا نمی کنه قطعا. میدونین چی میگم؟ مثلا یه فاحشه اگه هر ماه خودشو چکاپ کنه، مطمئن باشه که تست ایدزش منفیه، مطمئن باشه هپاتیتش منفیه، خب به بقیه هم انتقال نمیده قطعا. مریض بیمار روانی نیستن که بخوانی همچین کاری رو بکنن. من با این نظر شما کاملا موافقم. ای کاش یه روز برسه که به هر حال ما نمیتونیم جلوی این موضوع رو بگیریم و ما حق این کار رو نداریم که جلوی فاحشه بودن کسی رو بگیریم. بعضی اصلا واقعا علاقه دارن به انجام سکس با افراد متعدد و ما نمیتونیم بگیم تو حق نداری این کار رو بکنی. حتی اگر این مثلا مسئله بهداشتی رو براشون رعایت کنیم. بفرمایید. این مسئله فاحشه اصلا تو کل تاریخ بوده دیگه. شما در هیچ زمانی کسی نبوده که یه همچین قشری وجود نداشته باشه. منتها جامعه‌ای که سطح فرهنگش پایین باشه از این فاحشه ها رو به عنوان یک قشر، به عنوان اینا رو تحقیر میکنن، اینا رو به یک کاری رو باعث میشن که اینا خوش رو مخفی کنن و اینا برن جزء آمار مخفی جامعه. برای اینکه خودشون رو علنی نمیتونن بکنن، تو این رابطه باعث میشه که بیماری هاشون، مشکلاتشون، مسائلی که تو این رابطه پیش میادم، مثلا بیاد بگه که به من یک کسی مردی تجاوز کرده یا به من یکی اخاذی کرده فلان، اینجا طرف میگه که پس تو هستی فلان، خودش رو نمیتونه بره چیز کنه، چون میگه خودم رو مخفی هستم دیگه. اما اگر توی این رابطه جامعه برای یه همین مسئله قسمت بگه خب اینم یه شغلی انتخاب کرده، این کار انجام کرده، خیلی خب، حالا این شغلم مثل مثلا نجاری، مثل مثلا فرض کنیم پزشکی، که ما در رابطه با پزشکی باید یه سری چیزا رعایت بشه که مثلا پزشکا خودشون اون بیماری رو نگیرن دیگه. ما چقدر الان تو رابطه با کرونا بیمارا کادر درمانی داریم که از بین رفتن. دقیقاً. خب چون تو این رو خب پس اگر تو این رابطه ها مسائل درست رعایت بشه یا نمیدونم اقدامات مختلف، به این مسئله وهله اول باید برخورد بنواری قشر از جامعهمون بپذیریم و این افرادم بیان بگن که من خودمون تو گروهمون یه خانمی بود که میومد میگفت من شغلم فاحشگیه و این شغلم هم دوست دارم و چون که وقت خودم هم انتخاب میکنم که با کی سکس کنم، مراجعه کننده های خودم انتخاب میکنم، نگاه میکنم میگو. بعد این فرد یه مدتی اصلا اومده بود توی گروه ما که حتی کلیپ گذاشته بود با من، خب بعد از این مدتی اومد گفت زیبا من میخوام که کلیپ های منو برداری. چرا؟ چون احساس ناامنی کرد. درست. حالا احساس ناامنیشم بیشتر از روابط نزدیک فامیل های خودشون بودا، از نزدیکای خودش بود. خیلی خوب، اگر این مسئله ما یه نمایشگاه سکسی مثل همین تو جامعهمون بذاریم، خب بکنه اصلا یه نمایشگاه سکس اینچنین غرفه‌ای باشه. الان دیلدو تو جامعه ما مخفیانه قاچاقه. دقیقا قاچاقه. خب تو وقتی دیلدو رو قاچاق میفروشی، مردم خب قاچاقچی هم از این مسئله استفاده میکنه. خب اینو در اختیارشون بذار، مردم نره چوب برداره بکنه تو کونه تراشه چوب بر بره توی پوستش یا نمیدونم عفونت ایجاد بشه، صد تا مسئله دیگه ای که هست، یا بره از لامپ استفاده کنه. چی؟ از لامپ استفاده کنه. آره دیگه، وای اون مسئله چقدر ما این مسئله، آی راست میگی، خیلی بد بود. من فیلم جراحیشو چند ماه بعد از اون اتفاق دیدم، برام فرستادن،
و واقعا تأسف خوردم. فکر میکنم مال 6 7 سال پیش بود. آره منم داشتم. خوب شد گفتی. من حدود 22 3 سالم بود اون موقع. اون موقع افسوس خوردم، گفتم خب چرا باید این اتفاق بود، یه خانم بخواد خودارضایی کنه و از لامپ استفاده کنه ولی نتونه بره دیلدو بخره. چرا نتونه دیلدو بخره خیلی راحت باش خودارضایی کنه؟ چون ما نمیتونیم به طرف بگیم خودارضایی نکن، چون این مسئله کاملا شخصیه. مثل اینکه بگی طرفی که غذا نخوره. اصلا من خودم اینجا کسایی انقدر خودارضایی این مسئله عادی شده و جا وقتی که طرف چند نفر خودارضایی کار درستیه، خودارضایی گناه داره، خودارضایی فلان، بابا همه خودارضایی کردن، کسی نیست که خودارضایی نکرده باشه. یه بچه کوچیکم این مسئله جزئی از شناخت بدن خودشه، اصلا این کارو میکنه. من خودم یادمه تو این کتاب زیبای خودم از دوران 3-4 سالگی خودم اصلا تعریف کردم که چجوری مثلا خودم رو ارضا میکردم، یا اصلا میرفتم با یه چوب کبریت لای کسام رو نگاه میکردم، اصلا میگفتم این چیه مثلا، جالبه، ولی میدونستم باید مخفی این کارو بکنم. اگه اون موقع منو مثلا مامان من با من خوب برخورد که من نمیخوام زیر تخت این کارو بکنم. بعد یا مثلا به سر جریان پریود یا فلان، خیلی مسائل دیگه. اما من اینجا تو رابطه با خودارضایی دیدم کسانی هستن، زنایی هستن که اصلا میگن ما ازدواج نمی کنیم. من خودم اوائل که اومده بودم با یه خانمی آشنا شدم، گفتم تو پس ازدواج نمی کنی چی کار میکنی؟ گفت انواع مختلف دیلدو دارم، قشنگ خودم تنظیم میکنم بدون این که برای من نخ بزنه چی کار کن چجوره کن. بعد مثلاً فلان آدم تموم شد، زود باش، یا این شد اون شد، من شدم تو نشدی، تو فلان، آی اوی فلان، از اینا باشه. بعد میگه خودم تنظیمش میکنم. این تازه اومده بودم اینجا، اصلا اینقدر برام جالب بود، گفتم راست میشه؟ گفت آره، من از با این خودم رو ارضا میکنم. بعدش هم این که قشنگ نیاز سکس وقتی هم با مردای برخورد میکنم روی بوانی یه آدم چیز برخورد میکنم، نه روی این که روی نیاز جنسی. تو فکر کن مردم همینطور از این عروسک های به این خوشگلی که ما من دیدم اونجا که با هم خیلی خوشگل بودن، یه تو یه سری چیز مثلا اصلا فروشگاهی باشه تو ایران بفروشن اینو، مردم بلند نمیشه بره تجاوز کنه دیگه، میبینه فروش عروسکه چه خوشگله، عروسکه چقدرم نرمه، چقدرم عالی، بعد قشنگ میشوری تمیزش میکنی میذاری. ببین جامعه ما چون به این مسئله هنوز مسخره برخورد میکنه، یا مثلا فکر میکنه خودارضایی مثلا چقدر بده. نه البته الان که این مسئله حل شده، خودارضایی رو فکر نکنم دیگه، خیلی قلیل کسانی هستن که بد میدونن. آره دیگه اونم کسی این... فرهنگشون منو جا نیفتاده. ولی این که دیلدوها علنی بشه جلوی خیلی از بیماری ها رو گرفته، جلوی خیلی از آرزا گرفته میشه. دولت ایران خودش قشنگ بره مثل آدم اینا تهیه بکنه، اینا رو خودش هستن تهیه کنه، خودش بذاره تولیدش بکنه، بعد بذاره بفروشه، قاچاقچی هم نره. از اون ور من خودم یکی از یه دوستی داشتم دکتر زنان بود، آشنا شده بودم، بعد این تو بخش فاحشه ها کار میکرد، بعد به اونا مهر میزد، میگفت اینقدر اینا زنای خوبی هست، اینقدر بعد میگفتش خیلی از زن خودش ناراحت بود، میگفت کاش من با یه فاحشه ازدواج کردم، با یکی از اینا که به من مراجعه کرده بودن. چه تصور منفی ما داشتیم. چون ببین آدم ها فکر میکنن فاحشه از کجا آمده، از مریخ نیومده که، همون خواهر توه، خودتی هستن. وقتی خودت هم که با شوهر خودت مثلا بخاطر پول
به خاطر مهریه، به خاطر خیلی از این چیزا داری در واقع نگاه بکنی، عمقش اینه. تو مثلا میگی بیا با من سکس کن موقعی که فلان، اگه فلان چیزو با من خریده، حالا چون یه انجزایی منجزایی انکهتایی منکهتایی نمیتونم قبل توی مبل توی خوندیم، این فرق میکنه تو اصل جریان؟ نه دیگه، طرف وقتی به خاطر پول بره با یه نفر ازدواج کنه قطعا همونه، هیچ فرق نمی کنه. همونه، اون یکی علنیه، این یکی علنی نیست. آفرین. حالا شما اگه ما همینو بفهمیم و بعد به فاحشه‌ام بگیم که خیلی خوب، این فاحشه‌ای که حالا میره یکی از اینا یاد یه جوکی افتادم، گفت با فاحشه خیلی ارزون دارن تموم میشه. میگو زنه بلم نمی کنه که زنه پدر آدم هم در بیاره، تازه فاحشه تنوع هم داره. امروز میره با این یکی. من یه دوستی داشتم خیلی جالب بود، با فاحشه ها خیلی دوست میشد، با فاحشه ها دوست شده بود، دوست ها بازم اصلا اون یکی میمد بگفتش که اصلا تو اصلا این دفعه که میای اصلا پول نگیر از من، باشه دوست میشه دیگه، رابطه اونا هم انسان هم دیگه. من میخوام اینو بگم، از آسمون نیومدن، از مریخ نیومدن، از یه جای دیگه نیومدن، از همون اصلا خود ما هاییم دیگه. من یه بار که یکی اومده بود توی مطب به من، گفتم تو از کجا میدونی من فاحشه نیستم؟ اینجوری شد. اومده بود یه دکتر ببینه، گفتم از کجا میدونی من نیستم؟ فکر میکنی فاحشه چیه؟ شاخدم داره؟ ببین این عمدن این حرفو به زدم به خاطر اینکه یک سوال ایجاد کنم که حتی یه دکتر میتونه یه فاحشه باشه. بعد این که اگر یه همچین جامعه‌ای جو داشته باشیم که اینا بتونن مثلا یه قسمتی همچین چیزی رو داشته باشن، یه بخش فلان، خب اینا مسئله بهداشتشون حل میشه، اگر مثلا مسائل چگونگی اخاذیشون حل میشه، بعدش اینا حضور خوبی دارن، فردا میاد اصلا میاد تو جامعه میاد میگه که شغل چیم که من بیزنس اینو دارم دیگه، بیزنس فلان، و اصلا اون موقعی که این بیزینس سکس داره اون گوش چیزو داره، اون موقعیتو داره، یا اون کارا رو انجام میده، نه موقعی تو زندگی طبیعی خرید میکنه میره نمیدونم فلان، همه جا که فاحشه دیده میکنه که تو موقع کارش این کارو میکنه. حالا ممکنه کارش مثلا، من این برام خیلی سواله که فاحشه ها نسبت به شغلشون چجوری برخورد میکنن و اون رو خیلی دوست دارم بدونم که اون رو چجوری توصیفش میکنن در واقع. خب تا حالا با یه فاحشه برخورد کردی؟ آره، جالب بود که میگفت من دوست دارم سکس رو دوست دارم، مثلا میگفتش که خب این آدم قد کوتاه به نظر تو سکسش چطوریه؟ یا مثلا این چقدر قدش بلنده به نظر چجوری سکس میکنه؟ میخواست آدم های مختلف رو امتحان کنه که ببینه چجوری سکس میکنن، میدونی چی میگم؟ و من هیچ وقت جلوش نمیگفتم، اما تو اینجوری میگفتش تو اولین کسی هستی که به من نمیگی چرا این کار رو میکنه. من به خود این ببخشی عوض میخوام کس خودت به من چه مگه مال من رو بفاری من تو هر پذیرفتنه و خیلی برام جالب بود که فقط و فقط میخواست ببینه مدل های مختلف سکس در مرد های مختلف به چه صورته. خب ببین این انگیزش، حالا منم این خانمی که بود تو مچ گروه ما خیلی قشنگ گفتش که من فاحشه هستم، بعدش هم نیازهای جنسی خودم رو با مردهای خیلی خوشتیپ و فلان و اینا برآورده میکنم، هم این که من میخوام یه خونه بخرم. خب شما تو نگاه کن، این کاری که تو 5 دقیقه میکرد من تو 2 ساعت تو مشاوره نمیکردم. درآمدی که این داشت تو 5 دقیقه، من یادم یه مردی دوستش شاش یکی روش بشاشه، خب بعد گفت حتی حاضرم پول بدم، تو ایران بود، من این خانمو بهش معرفی کردم، ولی این گفته بود زیبا منم برام تجربه جالبیه اینا که من یه همچین کار رو بکنم، بذار ببینم چی جوری، ولی نمیخوام بخوره.
اونم بهش گفته بود نمیخوام، حالا به هم میخوره. خود این دوست این خانومه بهش گفته بود من حالا به هم میخوره که تو شاشو بانه بخوری، چون اولین بار این کارو میکنه. 5 دقیقه این شاشیده بود ۳۰۰,۰۰۰ تومان گرفته بود. من اون زمان من ساعتی 50,000 تومان میگرفتم از ایران. گفتم شیدا تو ۵ دقیقه شاشیدی ۳۰۰,۰۰۰ تومان گرفتی، من یه ساعتی اینجا با یه کسی حرف میزنم، مشتری های جام زیادم دیگه. یا مثلا یه دختر اینجا بود داروساز، اینجا یه سری دانشجو هم کار جنبی میکنن اینجوری، مثلا جنبی میرن کار میکنن، مثلا تو بردگی جنسی، یا مثلا یه سری دانشجو پزشکیه ولی میگه خب من پول خودم رو اینجوری در میارم، پول رشتم رو در میارم، بعدم نیست، خودم هم انتخاب میکنم، هم نیاز جنسیم برآورده میشه. البته یکی هم بگم کالبویام هست، مردم این کارو میکنن. بله بله. آره آره. اینا هم انجام میدن. طرف اینجوری که من خونده بودم توی یه مطلبی که در مورد بردگی جنسی بود، تعداد درصد آقایون در از خانم‌ها خیلی بیشتره تو بردگی جنسی، علاقه به بردگی جنسی. آره آره، این که خیلی زیاده. نه منظورم اون کسی که کالبوی پول میگیره دیگه، پسرای خوشتیپ و خوشگل و نمیدونم پسرایی که به قول معروف مثلا بکن، ظاهر بکن و فلان اینایی دارن، اینا میرن یه جا مشتری پیدا میکنن. حالا من یه دوست پسر داشتم، این خیلی باحال بود، یه روز تعریف کرد، گفتش که میدونی من اون اوائل که اومده بودم میرفتم به خاطر اینکه سکس همینطوری تو دیسکوی جایی مثلا کسی پیدا کنم که مثلا یه پول ندم دیگه برم فاحش خونه یا جایی مثلا اینجور جاها، تو دیسکو میرن پارتنر جنسی پیدا میکنن دیگه، خیلی ها میرن اینجوری. بعد یه زنایی هم اومده بودن اینجا، از این خوششون اومده بودن. بعد این زنه گفته بود که ببین اگه من یه دوستی دارم، اگه تو بیای مثلا اونم بکنی و باش سکس کنی و اینا، ما بهت پولم میدیم. اینم تازه اومده بود خوشحال که ای جریان مال سی سال پیشه دیگه، این الان 70 سالشه، اون موقع 40 سالش بود، خوب قبراق. میگفت من دیدم ای خاله معلوم به قول ترکا دوشاب آزموشه مربا سخب، یعنی دوشاب خریدیم مربا در اومده، ترک بود اون به من این حرف هست. گفتم خب چیکار کردی چجور؟ گفت هیچی، 6 ماه این کارو کرد. بعد از 6 ماه گفت نه احساس کردم که حالا سر جریان جالبی، گفت این اونو معرفیم که پول تاکسی ما میدادن، زنای مثلا 60 خورده سال، 65-6 سال مثلا اینا. بعد میگفت پول تا پول اینا اینجا بازنشسته و اینا زیادن دیگه، خب مثلا زنایی که شوهراشون نیستش و یا فلان، و یا مثلا زن و مرده، میگه خب یه مرد دیگرم بیاری، مرده دوست داره زن، خیلی این زیاده اینجا، مرده دوست داره یکی بکنه زنشو ولی اون تماشا کنه. خب اینا زیاد، خب اینو چیکار میگفت؟ هیچی دیگه، پول منو پول اینجا 200 مارک، اون موقع مارک بود، اینجا 200 مارک، اونجا 300 مارک. بعد گفتم هوشنگ این پولا رو چیکار کردی؟ گفت خونه ای که تبریز خریدم از این پولا خریدم دیگه. گفتم چطور شد که بعدم ول کردی؟ گفت چی، یه بار 2000 مارک یه زنی میخواست بده، 2000 مارک من استخر و سونا و فلان. بعد میگفت رفتم اونجا، این زن به قدری لوند بود، به قدری لوند و حشری بود، من دیدم کم آوردم، گفتم من نمیتونم. چرا؟ از موقع ندی گفتش احساس کردم اون منو میکنه، زن من اونو. حالا جمله ای که اون گفته بود، بعضی این واقعا دیدم، و یه سری زنها به قدری
حشرشون بالاست، شهوتشون بالاست، تو زن مرده کم میاره. میتونی من کم مورد اینجوری دیدم، حتی زن مردایی که دو بعد اینا احساس میکنن که احساس تجاوز میکنن. میدونی گفته من نتونستم، گفتم دیدم من از احتش بر نمیام. تجاوز آخه فقط مرد به زن نیست که، میدونی که نه، تجاوز زن به مردم هست. من بعد این موضوعی که داری میگی من خیلی تو دایرکتام باش مواجه میشم که مثلا آقای میاد میگه که من از پس خانومم بر نمیام، یک راهی به من نشون بده، من خیلی سریع ارضا میشم، یا من خیلی سریع نمیدونم، خیلی مواقع شده اصلا میگه من نمیتونم، من از پسش بر نمیام. خیلی معذرم خوام، آلت تناسلیم پوست پوست شده دیگه، انقدر کردمش، ولی بازم میاد گیر میده، میگه من بازم میخوام. میدونی چی میگه؟ خیلی مواقع خب اینم یه نوع تجاوزه، میدونی طرف تحت فشار قرار میگیره. همین مسئله در رابطه با زنام هست. دقیقا. خب ببین جایی نیست که اینا رو مطرح کنن، طرف بیاد عنوان کنه، ولی اینجا حداقل یه مقدار اینجور جاها، البته اینجا هم هنوز خیلی مسائل تابوه، ولی نسبت آدم مقایسه کنه مثلا یه راه حل هایی دارن. مثلا خیلی از این کسایی که مثلا میمرد، من خودم یه سری از این پناهنده ها بودن، میگفتش که ما رو برده بودن خونه، هم رو خونه گفتن خونه میدیم بهت، همه چی یه با ما زندگی کن. یه زن و شوهر بودن، میگفت ولی ما یه موقعی مثلا تو بیا با چیزه با زن من سیت هر موقعی که دوست داری. خب ببین این که بعد این اینا وقتی که بتونن توی این رابطه ها حرف بزنن. خب الان توی ایران هم تریسام هست، نمیدونم سکس های گروهی هست، یا خیلی از مسائل هست که یا مثلا زنه متأهل دوست پسر داره، مرده متأهل دوست دختر داره، ولی اینا رو نمیان عنوان کنن. میدونی البته الان خب هر چقدر که بیشتر میشه، خب من الان مواردی داشتم، خب طرف اومده میگه که زنم دوست پسرش خیلی رابطهشون صمیمی شده. مثلا مشاوره های جنینی هم داشتم که از دوست پسر دوزنش صحبت میکرد اینا. یعنی مردم دارن کم کم عادی میشه که بگن اون چیزی که در خفا دارن رو، مثل همین جریان دیلدوه، مثل همین جریان فاحشه هست. الان ما هی به فاحشه فوش بدیم، هی بگیم فاحشه فاحش، آیا کم شده؟ نه دیگه، فاحش هست دیگه، کارش نمیشه کرد که. زیادتر هم شده و رفته توی جایی که اصلا شما اصلا یه موقع فاحشه رو تشخیص نمیدید از یه آدمی که دکتره، تشخیص نمیدید طرف از من اینقدر موارد مشاوره های خاص دارم، حالا نمیخوام الان سوالاتتو بکن. خب بگو. من خودم یه سری سوال میپرسم اگه اجازه بدیم، بعد این پایین بچه ها سوال پرسیدن اونا رو هم باز کنیم. اول از همه این که امشب ما در مورد اینجور چیزا صحبت کردیم، موافق این یه شب دیگه باز لایف بذاریم؟ مثلا فردا شب، نه پس فردا شب، یه استراحتی هم داشته باشیم راجع به خود مسئله سکس صحبت کنیم، یعنی موارد بهداشتی و موارد علمی سکس، نه موارد جانبیش، در مورد این دوتا صحبت کنیم، چون مسائلیه که خب خیلی جرأت بیان کردن و صحبت کردنش رو توی لایو ندارم. این تا اونجایی که من میدونم، من کسی هستم که الان چندین ساله دارم در مورد سکس توی لایوام صحبت میکنم. موافق هستین که پس فردا شب؟ آره من موافقم، آره موافق هستم، به خاطر اینکه هر چقدر در رابطه با سکس و انواع اون گرایشات مختلف اصلا از هر زاویه‌اش صحبت بکنی باز کمه، و این که مردم فضایی داده بشه بهشون که بیان راحت صحبت بکنن، تجاربشون رو بگن، حتی مثلا فرض کن انواع یه روزی فقط در مورد گرایشات مختلف صحبت کنن، خیلی هم عالی. میدونی؟ خب حالا سوالتو بپرس، برای پس فردا ما تعیین کردیم. اوکی. سوالم اینه که
نظرتون راجع به سکس های خیلی خشن چیه؟ ببین سکس های خشن بازم یه نوع گرایشیه که وقتی که دو طرف موافق هستن و این نوع خودشون تعیین میکنن دیگه، آستانه تحملشون، حتی توی رابطه ها هم خود بی دی اس ام هم به نوعی توش سکس خشن هست دیگه، طرف میگه منو بزن منو فلان کن، ولی طوری باید این کار رو انجام بدیم که به هر حال دیگه طرف کارش به بیمارستان کشیده اومده بره ارضا بشه به خونبوزی افتاده، این نمیشه دیگه. من خودم یکی از همسایه همون بود، بعد میگفتش که یه پسری بود میگفت منو ببندید، منو ببندید به چیز، به پله، به راه پله، به این میلای پله، بعد بزنید. آره این بود. بعد میگفت اینقدر وقتی میزنید، میگفت من خودم دیگه، شما اینقدر منو بزنید بزنید دیگه من ارضا میشم. آره خب این خشنه دیگه، این دیگه خیلی غیر معموله نیست. خب این بود دیگه. خب اون کسی که میزد خب خودش هم میمد میگفتش دیگه ای با این بزن. ببین تو همون نمایشگاه سکس یه سری شلاغا هست، خب شلاغایی که هستش دیگه شلاغو توش سیم کابل چیز نذاشتن که مثل این جمهوری اسلامی شلاغایی که ما تو زندان خوردیم که پا رو دفرمه میکرد، میفهمی؟ اونقدر میزد به اونجا، اون میزد که مهم نبود براش پا دفرمه بشه بدن دفرمه بشه. این طوری ببین میخوام بگم به مسئله بهداشتیش هم اینجا رعایت میشه، آستانه تحمل تو تا کجا، و اون وقتی که میزنی اینا بعد یه دفعه مثلا میگه، یا مثلا میگه شم و داغ کن بریز رو بدن من، من این موردم داشتم خودم. خب اینا خشنه. یا یک مورد دیگه که من دوست من داستانشو نوشتم، میگفت سیب زمینی، سیب زمینی ها رو، و تازه پولم میداد، پول میداد به کسی که این کارو بکنه، که یه دوست من تعریف میکرد تو دوره دانشجویی همکاره که او یه پسر خیلی شیک خیلی خوشگلی میاد میگه که من بهت پول میدم تو اینم دانشجو، بعد این کاری که بهت میگم و با من انجام بده. حالا چی بود؟ باید خودش سیب زمینی ها رو میپخت، خب میپخت، نه سیب زمینی سفتی که خیلی وحشتناک میشد، سیب زمینی ها رو میپخت، بعد که می پخته میشه خودش میدونست که مثلا در چه اندازه ای بشه. خب بعد میگفت بیا منو ببند به این ستون، این سیب زمینی ها رو محکم انقدر بنداز 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 تا من ارضا بشم. بعد این دیگه اینقدر اینو انجام میداد، گفت آخ 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 آخ، ارضا میشد، بعد به این میمد 20 مارک میداد، گفت بیا برو. این جریان مال دوره دانشجویی، یه این سلام فوت کرده این تردارش، من اینو داستانش کردم توی یوتیوبم هست، توی چیزم که داستانی از دوران جوانی یلس. ببین اینا سکس خشنه دیگه، ولی آستانه تحمل حساب شده، یعنی طوری نیستش که این طرف یه جوری قرمز میشه یه جوری بدنش چیز میشه ولی زخمی نمیشه، کارش به جایی کشته نمیشه، متوجه؟ یا نظرم این بنظر... یا میگه منو بزن بزن سیلی بزن، خیلی ها میگه منو بزن محکمتر محکمتر، تو سکس خشنه دیگه. یا فوشای رکیک بده به من جنده فلان، خیلی زیاده این مسئله، فلان فلان شد پارت میکنم جرت میدم الان فلان میکنم، حتی با این کلمه ها طرف مثلا آخوخش میره بالا. آخه ببینید این که مثلا طرف میگه منو ببند و بزن، این بیشتر فقط خشونته. من بحثم با سکس خشن بود، مثلا اینکه طرف موهاشو بگیره در حین مثلا انجام سکس، یا موهاشو بکشه، یا در حین انجام سکس مثلا از شلاقای ریز استفاده کنه، من اصلا فکرم به اون طرف ها کشیده نشد. خب این چون نمیدونی آخه، چون ببین من انقدر
خب من چون مواردی که مواجه شدم خیلی خیلی زیادن، یعنی اگر حالا هر دو جلسه ای من دو موردش رو تعریف بکنم اصلا همینطور میمونیم که وای مگه میشه، مگه میشه. خب ولی ببین الان همینی که مثلا موهاشو میخواد بکشه این خیلی ها این کارو میکنن، ولی یه سری که احترام به طرف مقابل میذارن، با خواست به طرف با هم میرن جلو. من خودم یه مراجعه کننده بود داشتم، میگفت شوهر من خیلی لطیفه، حرفای نواز، عزیزم، خوشگلم، نازنینم. گفت من اینجوری نمیخوام، بهش میگفتم حالا بردار بالش رو محکم بزن تو سرم. میگفت پس کیاری، میگفت بابا من آخه نمیتونم رو بازی کنم چیکار کنم. ببین یه همچین مسائلی باش مواجه میشدن، برای همین این خیلی ظریفه. ببین نباید دو طرف باید اینو بخوام. من الان اینجوری دوست دارم، من قرار نیست که تو سکس با فداکاری کنی. من چون شوهرم یا پارتنرم اینو میخواد بیا ماهی منو بگیر، نمیشه که. چون فلانی من این کارو بکنم آفرین، دو طرف باید دوست داشته باشن، دو طرف راضیه. مثلا فرض کن که میگه رو من بشاش یا منو بزن یا مثلا فلان کن موهای منو بگیر یا از این چیزایی که هست، ابزارهایی که هستش اینه دیگه، میگن میبندم بگه اصلا اون قسمت. حالا بری توی اینترنت هم سرچ کنی سکس ابزارالات مخصوص سکس خشن، و اینا همشون چیز شدن. ما تا حالا نمونه ای نداریم که از اینا خفه شده باشه طرف، ولی طرف مثلا چیه؟ گردنشو میبنده، دستاشو میبنده، قفلی میکنه، ولی همه اینا در حدیه که چیزه. خب البته این هم یه نوعی به هر حال تنوعاتیه که آدما از حالا میشه بعدن ببینیم طرف میخواد باید بگیم بکن دیگه، مثل این دیلدوه، این مثلا فلانه دوست داره این کارو بکنه بکن، لذت میبری بکن، چون هم تو راضی هستی همون یکی راضیه که انجام بده. من اینجا نمیتونم برگردم بگم نه درست نیست حتما باید. اصلا به اندازه اثر انگشتای ما گرایشات جنسی وجود داره، اینو باید همیشه بگیم، بگیم گرایشات چه. این نیستش که فقط مثلا شوهره اومد منو کرد خب ما سکس کردیم. خیلی از اینا ببینید اصلا سکس یک دنیاست، یک عالمه، یک اصلا خیلی مسائل توش داره. خب این دیگه حالا سوال بعدی، یه سوال دو تا سوالم از بچه‌ها جواب بدیم بعد دیگه فکر کنم 10 دقیقه امروز تموم میشه. بذاریم برای خب درباره ضررهای خودارضایی بگید، آیا زود انزالی میاره؟ من نظرم اینه که در مورد خودارضایی، چون خودارضایی خودش یک بحث پیچیده و بزرگه. آره. خودارضایی یه جلسه بذاریم و فقط در مورد خودارضایی صحبت کنیم، ولی اگه ممکنه یک توضیح کوتاه بگم. ببینید خودارضایی من ضررهاشو اولا که خودارضایی الان این ضررهایی که تو جامعه ما مطرح شده در رابطه با این بیشتر جنبه مذهبی داره، چون خودارضایی حرامه هی میان میگن کورت میکنن، هی دنبال دلیلش میگردن که بالاخره یه چیزی بگن که چرا این حرامه، هی میخوان اینو بگن که من ضرر خاصی رو ندیدم. اما بزرگترین ضرر چیزی که من میخوام بگم در این خودارضایی، اگر انسان فقط متوسل به خودارضایی بشه که یک مرحله از شناخت انسان با خودش هست، این باید به عنوان فاز گذرا نگاه کنیم بهش، نه اینکه انسان در این فضا بمونه، چون ما یک وجود اجتماعی هستیم و اگر کسی تمام زندگیش با خودارضایی و ارضای جنسیش
به فقط با خودش مشغول بشه، این یک سیگنال، یه علامتیه که تو در ارتباط اجتماعی و در ارتباط جنسی، عاطفی، عشقی با دیگران کمبود داری. این فعلا برای امروز باشه؟ بله. این سیگنال رو داشته باشی. زود انزالی هم بعدن در رابطه باش، من یک کلیپ دارم. زود انزالی، خیلی از این زود انزالی ها به خاطر تحمیلیه که ما به خودمون میکنیم. خیلی وقتا ما میخواییم ثابت کنیم که ما حتما میتونم بکنم. بابا اگر هم نمیتونی بکنی اشکال نداره، سعی نکن که ثابت کنی که من میتونم بکنم. هر وقت به خودت میخواید القا کنی به طرف مقابل، ثابت کنی که من حتما تو رو میتونم خوب بکنم، بدنت یک مکانیسم دفاعی داره، میگه حالا من انتقامو میگیرم، فعلا تو نتونی بکنی. این یه چیز کوچولی باشه برای امروز، ولی در این رابطه من یه لایف دارم اصلا، خود ازایی و زود ازایی. بریم سوال بعدی. خب سوال دیگه نیست و بیشتر در مورد تیپ و قیافه ما نظر دادن. آره. تیپ قیافه من که خیلی خوبه امروز با این من امشب از فیلتر استفاده کردم، ولی بدون فیلتر من بسیار زیباست. فیلتری؟ من چرا فیلتر متوجه نشدم؟ ببین فیلتر فقط این گونه هامو مثل این که گذاشته، یعنی فیلتر خاصی نیست. ببینی فقط گونه. من امروز اتفاقا پری روز که اومدم با این دندونم یه لایف گذاشتم، دیروز بود یا پری روز، از همون روزی که اومدم اینجوری بودم، حرف نمیتونستم بزنم. بعد یکی از بچه ها گفتش زیبا ما لایف از هفته پیش چیز داریم کنسلش کنیم. گفتم که نه این خیره، بذار بیام همینطوری کجاکی هم شده حرف بزنم اینجوری. اومدم اتفاقا اولش کجاکی بود، بعد دیدم هی حرف زدم بهتر شد. بعد گفتم ببین اصلا اولش همین گفت وای چی شده چقدر زشت چقدر فلان، بعد از 5 دقیقه آدم عادی میشه. نه به نظر واقعا قیافت متفاوت بود از شبای دیگه که دیده بود. خیلی مرسی ممنون. مرسی واقعا همین متفاوت ها قشنگه. بگو چی گفتی؟ جملتو نفهمید. اره وقت گرانبهاتون که برای بچه های ما گذاشتید واقعا ممنونم خانم زیبا. مرسی ممنون. پس فردا دیگه، پس فردا شب ساعت 11:11 به وقت ایران میبینمتون. خیلی دوست دارم. مرسی ممنون. خدا نگهدار. 3 دقیقه وقت داریم این صحبت کوتاهی باهاتون بکنم. حرفایی که ما داریم توی لایو ها میزنیم اصلا نمیگم مثبت 18، به هیچ عنوان مثبت 18 نیست، چون چیزهایی که ما داریم بیان میکنیم ممکنه برای بعضیایی باشه که در سن 9 سالگی به سن بلوغ میرسن، بعضیا در سن 7 سالگی به سن بلوغ میرسن، بعضیا ممکنه که در سن 13 سالگی ازدواج کنن، بعضیا ممکنه که در سن 11 سالگی به زور شوهرشون بدن و نیاز دارن که در مورد مسائل جنسی بدونن. برای همین من هیچ وقت نمیگم که لایف هایی که در مورد سکس گذاشته میشه لایف های مثبت 18 هستش. نه خیر، اصلا مثبت 18 نیستش. دومن این که راجع به خود ارضایی که پرسیدین، من ترجیح میدم که یک لایو مختص خود ارضایی براتون بذارم که از ضررها و حتی فواید خود ارضایی و اینکه چگونگی بهتر انجام دادن این کار رو براتون بگم، چون ما نمیتونیم جلو کسانی که خود ارضایی میکنن رو بگیریم. حتی میتونم خیلی راحت بهتون بگم که 90% تمام انسان‌های دنیا 100% خود ارضایی میکنن. نمیتونم بگم نه نمیکنیم. حتی خود من ممکنه گاهی وقتا این کار رو انجام بدم با اینکه همسر دارم. و به خاطر همین ما نمیتونیم جلوی خیلی چیزها رو بگیریم و نباید بگیریم، چون ما با خود ارضایی بدن خودمون رو میشناسیم، ولی میتونیم کمک کنیم که بهتر انجام بشه، ضررمند نباشه.